کم نبودند کسانی که در صفهای طولانی شب را به صبح رساندند. استقبال از مشتریانی که دل در دلشان نبود تا دستشان به دو محصول جدید اپل برسد. This is the new iPhone 6 and this is the new iPhone 6 Plus. آیفون 6 و آیفون 6 پلاس که مدت زیادی از ورودشان به بازار نمی‌گذرد. صفحه‌های بزرگتر و امکانات بیشتر. این دو تلفن اصلاً ارزان نیستند، اما مثل نقل و نبات فروش می‌روند. هیجان و انتظارش مال کاربران، سودش به جیب شرکت اپل. در 3 ماه آخر سال گذشته میلادی سود این شرکت نجومی بود. شاید کمتر کسی انتظارش را داشت. فقط در 90 روز این شرکت 75 میلیون آیفون فروخت. یعنی در هر ساعت 34 هزار آیفون. سود خالصی معادل 18 میلیارد دلار در 3 ماه. این بیلان واقعا حیرت انگیزه، خارق‌العاده است. حدود 75 میلیون آیفون دست مردم داده شده. فکرشو بکنید که این کار چقدر سخته. اپل داره سامسونگ رو کنار میزنه. چند سال پیش حتی نمیشد فکرشو هم کرد. شاید بیشتر از همه اپل قسمت عمده ای از درآمد هنگفتش را مدیون خریداران چینی باشد. آیفون های جدید پای خود را در کشوری باز کردند که حدود 1.4 میلیارد نفر جمعیت دارد. من فقط دوست دارم روی تلفن بازی کنم. موبایل‌های امروزی همه مثل همه. اما آیفون امکانات بهتری برای بازی به من میده. عصر ما دیگه عصر اپل. این شرکت دنیا رو گرفته. اشتیاق کاربران به خرید آیفون 6 و آیفون 6 پلاس البته فروش تبلت های این شرکت را کاهش داد. اما چیزی از درآمد این شرکت کم نشد. درآمد اپل این شرکت را تبدیل به یک حکومت بزرگ اقتصادی کرده. حدود 75 میلیارد دلار درآمد در فقط 3 ماه. رقمی که از تولید ناخالص ملی سالانه کشورهایی مانند بلاروس، سریلانکا، لوکزامبورگ و یا کرواسی بیشتر است. منتقدان میگویند اشتیاق طرفداران اپل از سر ناآشنایی آنها با محصولات دیگر است یا به قولی فقط اسم در کرده. اما طرفداران سرسختش میگویند آیفون سادگی و تکنولوژی هر دو را با هم دارد و آن را با تلفن دیگری عوض نمی کنند. سعید توفیقی، BBC.